عرض درود و سلام فراوان خدمت شما بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم با فصل دوم از سری برنامه های مسیحیت و بدعت ها من محمد سانوی به همراه دوست عزیزم جناب کشیش دکتر کیوان خیلی خوش اومدید به این برنامه ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید سلام عرض می کنم محمد عزیز و این افتخاریه که بتونم در این فصل جدید برنامه مسیحیت و بدعت همراه شما باشم همین سلام دارم خدمت شما دوستان و همراهان محترم برنامه مسیحیت و بدعت ها مرسی اگر خاطر بیرندگان باشه ما در هفته های گذشته در مورد دیگر بدعت ها صحبت کردیم که چطور بعضی ها جنبه الوهیت مسیح،, مسیح و بعضی ها جنبه انسانیت مسیح و زیر سوال بردن و در نهایت راجع به این صحبت کردیم که هویت روح القدس زیر سوال بردن یه ادهی راجع به حالتگرایی صحبت کردیم اما میخوایم امروز راجع به یه مبحث دیگه ای صحبت کنیم که ارتباط خیلی زیادی هم به امپراتوری ایران داره چرا که این بدعت تمامی امپراتوری ایران رو تحت تسلط خودش در و اون بدعت نستوریه ما در خدمت شما هستیم تا بفرمایید که اصلا این نستوریه چی بوده چطور شروع شده و چطور توی این چاله بدعت سقوط کردن در خدمت تونیم. خواهش میکنم باید مشخصا این نکته رو عنوان بکنیم که هرچند که کلیسای امپراتوری ایران امپراتوری ساسانی اون زمان بله. و کلیساهایی که وجود داشت و مراکزی که وجود داشت مثل ادسا، تیسفون و شع... در ما در خیلی جاهای ایران اسقف داشتیم که البته اینها خیلی هاشون آرامایک زبان بودن به زبان آرامی آرام... بله به زبان آرامی در واقع شرق صحبت میکردن که همین زبان قوم آشوری هست که در منطقه عراق و در منطقه ارومیه و شرق ایران ساکن هستند لحجه شرق آرامایک اینها بله. هستند و وقتی نگاه میکنیم آثار کلیسای قدیم ایران رو بر همین کلیسای ایران اسمش ولی اینها کلیسای آرامایک زبان بودن کلیسای آشوری زبان بودن و برای همین اسمشون شده کلیسای شرق آشور بعدها اسم این اسم رو پیدا درست. میکنن ولی ما در تمامی ایران حتی در ایالتهای خیلی شرقی حتی در خراسان حتی در بلوچستان حتی در ری و در شمال شرق ایران هم اسقف نشین داشتیم در ری نیشابور در همه مناطق پس یه چیزه ولی متاسفانه اینا آرامی زبان بودن ارامیک بودن که همون زبانی که آرا... اه... کلیسای شرق آشور صحبت میکنن هیچ وقت آثار رو تجربه نکردن به زبان پهلوی و به زبان فارسی برای همین متاسفانه این رخنه پیدا نکرد توی اه... فرهنگ فارسی امپراتوری کوچولو شده ای ایران حالا دلی. علتی که اینو گفتم اینه که ما درسته که اشاره میکنیم ولی وارد ف... تاریخ ایران نمیشیم بلد. تاریخ کلیسای ایران نمیشیم چون خودش این مبحث مجزاست است. دقیقا. اما به دلایل اینکه کلیسای امپراتوری ایران عقاید نستوری رو پذیرو و خودش رو جدا کرد از, از کلیسای امپراتوری روم چون بلد. امپراتوری روم کشور دشمن بود بله. پس مذهب و دینش هم میشد دین دین دشمن. دقیقاً. امپراتوری ساسانی یک امپراتوری زرتشتی بود که یک بخش قابل توجهی یک بهشون میگن یک uh, considerable ماینورتی یک یک اقلیت غیر قابل کتمانی در این امپراتوری مسیحی بودند این بود که مسیحیان ایران خیلی مواظب بودند که خودشونو در واقع شریک نکنند با خیلی زیاد نرن زیر, بخ... زیر اون چتر حمایتی کلیسای رومی که دشمن امپراتوری ساسانیه به خاطر اینکه جفاها جفاهای حکومتی دایفن. بهش وارد میشه این بود که اینا اومدن با مکتب و روحانیت و عقایدی که در منطقه انتاکیه بود و بیشتر سمت خودشون بود بیشتر سمت امپراتوری ایران بود بلی. با اون متحد شدن که متاسفانه وقتی نستوریوس به حق یا به ناحق به عنوان بدعت شناخته میشه بله. اسم کلیسای نستوری رو ایران میمونه بله. و از اون سمان میدین که تو خیلی کتاب های قدیمی میگن کلیسای نستوری ایران و حتی وقتی به چین میرن مبشرین اسم کلیسا میشه کلیسای نستوری در حالی که بله. کاملا نستوری نیستن و حتی نستوریوس و نز... کلیسای نستوری هم امروز روز وقتی که متعلهین نگاه میکنند همچین واقعا بدعت نبود یک میس بوده و یک یک سوء تفاهمی بوده و این که متاسفانه تو اون دوره رقابت های شخصی هم بین اسقفان وجود داشت مسائل سیاسی در گیر بوده شدیدن وجود داشته بله. و این سیاه هایی که ما امروز می بوده این نبوده که مردم و ایمانداران و کلیسایی ها و کشیشان و اسقفان از آسمون افتاده باشن زمین نه اونها هم حب و داشتن ها هم رقابت های کاری داشتن مثل امروز ما مثل همین امروز ما اونها هم شکست های اخلاقی داشتن و اونها هم گاهی اوقات موزه حریف رو موزه رقیب رو سیاهتر از اونچه بوده نشون میدادن حالا چرا من اینو گفتم؟ دلیلش اینه که این سیاه نمایی که به وجود اومد بین مکتب اسکندریه و مکتب انتاکیه باعث شد که یه سری از افراد به ناحق دیدگاهشون که یک شاید امروز میگیم اینها بدعتی نبود بدعتی شناخته بشه درست حالا بریم یه خورده دقیق تر بشیم به موضوع بله وقتی نگاه میکنیم به اعتقاد نیقیه در اعتقادنامه نام نیقی قسطنطنه یعنی شورای اول و شورای دوم جهانی کلیسا بله The first and the second ecumenical council در اولین و دومین ecumenical council موضوع الوهیت و انسانیت مسیح صحبت میشه در موردش و تسلیس اینجا ما داریمش بله اما حالا رابطه این الوهیت و انسانیت که باید تو یک شخص به نام عیسی مسیح جمع بشه اینجا واضح نیست و صحبت چجوری حالا مثلا از جمله صحبتاش حالا این انسانیت و الوهیت چطور کنار هم قرار میگیرن تو یه آدم جمع بشن آیا دوتا آدمه شاید. یک آدم یک فرد دو شخصه، دو طبیعت یه طبیعت یه طبیعت مخلوطه بله این خیلی صحبت در واقع یعنی اینجا داره میگه عیسی خداست و عیسی انسانه اما چه رابطه ای دارن با هم اینه که در واقع وقتی ما از نایسیان کنستانتینوپل رد میکنیم 381 رد می این 381 ه 381 نایسین کنستانتینوپله وقتی ما اینو ردش میکنیم میرسیم ب... از این دوره به بعد حالا این صحبت بین ارتدوکس ها ارتدوکسی ایمان راستینی وجود میاد که حالا رابطه بین تبایع یا طبیعت های مسیح چیه؟ رابطه بین انسانیت الوهیتش چیه؟ کدوم چیز از مساوی یکی دو تاست؟ دو تا شخصه، یه شخصه و خیلی بحث مهمی اینجا پیش میاد و کلیسا بدونیم که مسیح یعنی کریستولوژی یعنی مسیح شناسی بله. اینجا بود که یک نکته تاریخی رو مباس بدونیم اون نکته تاریخی اینه که تا قبل از اعتقادنامه قسطنطنیه دومین شهر پر اهمیت از لحاظ اسقو میدونی که پنج مرکز مهم مسیحیت وجود داشت امپرا... توی باستان دوران صدر بله. مسیحیت که الهیات ازش میزنه بیرون کلیسه ها روش میکنن اورشلیم انتاکیاس اسکندریه مصر در مصر روم و کنستانتینوپل اما در میان همه اینا روم جایگاه نخست داشت بهش میگفتن فرس مانکسیکو یعنی در میان مساوی ها رتبه برتر مهمترین مرکز بود چرا به دلایل تاریخی که ما در کلیسای سنتی داریم اولا محل شهادت حضرت پتروس و حضرت پولوسه کلیسا در اونجا نامه ها نوشته شده بهش رسولان اولیه ایگنیشس کلمنت و با باقی شاگردان رسولان در اونجا شهید شدن و در اونجا نامه نوشتن و همینطور که مرکز امپراتوری بود بله. و محل تدفین و شهادت دو تا رسول مهم کلیسا بود و کلیسای اونجا خودشو به حضرت پتروس به قول معروف ربط میداد به پرنس اف اپاسلز رهبر شاگردان حضرت بایده. پتروس و به این دلیل ارجعیت داشت ولی وقتی ما میرسیم به 381 بعد از کنستانتین ما روم شرقی رو داریم حالا حالا پایتخت روم شرقی میشه چی کنستانتینوپل کنستانتینوپل که الان توی استانبوله. استانبول استانبول شده اسمش بله خب اصلا مهم نبود هنوز اون موقع دومین مرکز مهم اسکندریه بود ولی بعد از 381 که امپراتور کنستانتین میاد 381 و اعتقادنامه رو اونجا بنا میکنه و تخت خودش رو میذاره کلا تو کنستانتینوپل کنستانتینوپل میشه سکند روم بهش میگفتن the Second روم بله. دومین روم روم دوم بعد از روم جایگاه دوم رو تو مسیحیت به وجود میاره این میشه یک رقابت بین اسقف اسکندریه و اسقف کنستانتینوپل این دوتا از هم بعدشون میاد حالا این وسط شروع میکنن به رقابت تاریخی کردن طوری که این رقابت تاریخی به نسل بعدی اینها هم ارجاع داده میشه از لحاظ الهیاتی و سنتی مکتب کنستانتینوپل از روش الهیاتی و تفسیری کلیسای انتاکیه پیروی میکنه گفتم بهتون که اورشلیم انتاکیه اسکندریه کنستانتینوپل و روم بله. ولی مکتب اسکندریه و مکتب انتاکیه دو تا مکتب متفاوت در نوع نگرش فلسفی خودشون و تفسیری خودشون نسبت به کلام بودن کنستانتینوپل و اسقف نشینش متمایل میشه به انتاکیه در حالی که اسقف های بسیار مهم اسکندریه روش تفسیری یونانی خودشون رو دارند که خوب... که در قبل صحبت کردیم و حالا غیر از مسئله عرفانی این مسئله که در مکتب اسکندریه ما نگرش تفسیری الگوریکال یا تمثیلی رو داریم قراعت عرفانی از متن در حالی که قرائت انتاکی قرائت بیشتر تحت لفظی هست درست. یه جورایی نزدیکتر به مدل قرائتی که ما تو برخی از فرق پرتستان تو دهه های اول و اینطوری بگیم تو قرن بیستم دهه ده های اوایل قرن بیستم میبینیم در حالی که الان هم در مکتب پرتستان هم دارن متمایل میشن به قرائت عرفانی کردن از خیلی از متون نمیخوام وارد اون بشم دلی. خب این زمینه رو من برای این به شما گفتم که داستان رو از اینجا بفهمیم که وقتی که کنستانتینوپل میاد جای اسکندریه رو میگیره رقابت شدیدی بین دو تا اسقف به وجود میاد اسقف اسکندریه اسقف و کنستانتینوپل یه شخصی بود که اسقف اسکندریه بود و ایشون رقابت شدیدی بین دو با اسقف کنستانتینوپل داشت وقتی که میمیره میبینیم که ما اموزاده تئوفیلوس شخصی به نام سرل سریلاف الکسندر یکی از پدرهای مهم کلیساست ایشون جای اون رو میگیره و ایشون هم به اطاعت از در واقع اون حالت رقابتی که وجود داشت که اموش تئوفیلوس که اسقف اسکندریه بود باعث شده بود که یک شخصیت بسیار عظیم الهیاتی مثل کی یوحنای زرین دهان سن جان کریزوستوم تبعید بشه که اسقف کی کجا بوده اسقف کنستانتینوپل بود ایشون تئوفیلوس باعث شده بود که یوحنای زرین دهان تبعید بشه امپراتور تبعیدش کنه یه دشمنی این وسط بود و بعد میبینیم که چطور وقتی سیریل میاد جای اموزادش قرار میگیره جای اموی عمو، خودش میشه اسقف اسکندریه اون دشمنی رو شروع میکنه میورزه به کی به جانشین یوحنا که شخصیه به نام نستوریوس که شده حالا اسخف، کانستانتیپول پس جریان نستوریوس از رقابت شدید شخصی بین سریل بله. که اسقف اسکندریه هست با اسقف کنستانتینوپل شروع, شروع میشه ممنون ممنون اگر اجازه بفرمایید یه استراحتی داشته باشیم تا دقایق دیگه در خدمتون خواهیم بود ممنون از توجه شما مجدد در خدمت شما هستیم با بدعت نستورین خب بفرمایید بعد در این اعتقادات الهیاتی این اسخف قسطنطنی چی بود که بعدن شدش بدعت بله 450 ما میبینیم که 428 همون که شما گفتیم قرن پنجم نستوریوس میشه انتخاب میشه به عنوان اسقف. قسطنطنیه کنستانتینوپل بله که کلیسای اصلی شهر قسطنطنیه اصلا ب... 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 اصلا شهر قسطنط گستنت... یک دونه کلیسا بود دیگه یعنی یک بله. دونه کلیسای اصلی که اسقف نشینه بله. و گفتم 5 سنت مرکز بزرگ مسیحیت هست کنستانتینوپل الان دیگه جایگاه دوم کسب کرده و یه جورایی اسکندریه که قد همیشه به تردیشنال تاریخی جایگاه دوم داشته الان داره رقابت میکنه حالا این رقابت رو فکر کنید اگه دو نفر یه مقداری از نظر شخصیتی هم با هم درگیری داشته باشن چه میگن میگن خصومت شخصی میشه این وسط بله. پس سیاسی بوده خصومت شخصی بوده خصومت الهیاتی هم هست حالا من اینو میخوام بگم وقتی سیریل سریل اف الکساندریه سریل قدیس سریل اسکندریه میاد میشه اسقف اسکندریه از اون برم نستوریوس میشه اسقف کنستانتینوپل اینا اولا شهر شهر حالت شهری که چه چیزی نمونه داشتن با هم دیگه رقابت داشتن بله. این رقابت های شهری بوده بین این دو نفر و همین که گفتم موضوع تئوفیلوس اموش که با یوهنای زرین, قل... زرین دهان اذیت میکردن هم دیگه. یعنی باعث تبعید ایشون شده بود اما ماجرای اعتراض سیریل الهیاتی هم بود که اون قسمت الهیاتیش خیلی اتفاقا به چرا؟ برای اینکه نستوریوس به دلیل اینکه سعی میکرد تو اعتقادنامه نیقی فاصله بگیره از آپولیناریوس آپولیناریوس اگه یادتون باشه بدعت دوستیک بود که انسانیت ایسا رو این بسط میگفتش که یه زیرایی محو میکرد فید میکرد میگفتش که لوگوس الهی مغز مسیحه انگار مسیح از گردن به پایین چیه؟ از گردن به پایین انسانه قسمت مغز و جان رو فکر و خرد ویل اراده اراده و کانشسنس و مایند لوگوسه انسانیت کامل نیست انسانیت ایسا ایسا فقط بدنش بدن انسانه و روحش اون در واقع سولش خب عقل بلیه. کلش الهیه عقل و مایند اینطوری میگن ده مایند اند ویل اراده و فکر اون لوگوس مغزه لوگوس الهیه خب نستوریوس میخواست از این بدعت فاصله بگیره چون توی اعتقادنامه کنستانتینوپل 381 داره میگه او واقعا انسان همه جوره بله اینه که اصطلاحی که ما میدونیم که خیلی زیاد استفاده میشه تئوتوکوس مادر خدا در برای حضرت مریم همیشه باکره به کار میرفت در کلیسا در تمام لیترجو که غیر قابل کتمانه یعنی کسی اگه بگه این نیست انگار که داری بگی آفتاب رو آسمون وجود نداره در روز کسی اگر این رو نفی بکنه باید. که ما تا سه و چهار دیگه ما لیترژی های کامل دعاهای کامل و جایگاه شاخص مریم مقدس رو داریم در کلیسا تمام هسیان. و اه, کاملا جایگاه ایشون جایگاه خاصه که دیگه شما در آ, آ, آیکون ها میبینید هلی. وقتی میری هگیا سوفیا شما میبینی آیکون ها رو یعنی چیز قابل هلی. کتمانی نیست که باید بگیم نه این اختراع قرون وسطای مسیح های مسیحی کاتولیکه نه در شرق و غرب و عالم مریم مادر خداوند جایگاه خاص و غیر قابل رقابت رو داره بعد از عیسی مسیح خداوند و اصطلاح تئوتوکوس تهوتو... یا مادر خدا یا حامل خدا گاد برر حامل خدا به کار میرفت نستریوس شروع کرد از استفاده نکردن از این اصطلاح گفت مادر مسیح سوال ایجاد شد که چرا دارد داشت, استفاده نمی کرد در بیانات و گفتمان ها و نوشته های الهیاتی چون این شخص میخواست رو انسانیت عیسی تکیه کنه گفتم به خاطر مسئله آپولیناریوس نه اینکه رد بکنه به این باور یک جوری هم مختوش شد این نوع اظهار الهیاتی که انگاری داره میگه مریم مادر, مادر تمامیت ایسا نیست ایسا مسیح خدا نیست مادر لوگوس نیست فقط مادر بخش انسانی ایساست همونی که زاییده دقیقا همون انسانی که متولد کرده بله. ایشون و این یک فکر یک نوآوری خیلی عجیبه تو جهان مسیحیت و برای اسقفان و اونجاست که سیریل میگه که میبینیم که در براش می نویسه متهمش میکنه به اینکه داری شما یک در واقع تعلیم جدید رو میاری و بهش میگه که واکنششون میده نامه معدبانه سیریل مینویسه برای ایشون و هشدار جدی میگه و میگه که در مورد مفهوم مادر خدا صحبت میکنه و میگه که وارد این مقوله نشو و به اینکه او رو ترغیب میکنه که این استرار رو به کار ببره و ضمنا در اون زمان سیریل از حمایت و پشتیبانی سایر و اسقفان خصوصا روم برخورداره روم میدونیم که تو هر مناقشه ای که بود شما دیدید پاپ دام... داماسیوس و سایرین پاپ ویکتور وقتی که میرسید به یک مناقشه دیگه میرسید به اون میگن آب از سر که میگذشت یا دیگه میگه به آخرش که میرسید کار وقتی که واقعا میگفت جون به لب میشدن مسیا در مورد یک دونه بدعت وقتی که پاپ حرف نهایی رو میزد در واقع اسقف روم حرف نهایی رو میزد حجت تمام بود تمام اسقفای دیگه گوش میکردن چون این اعتقاد داشتن که میگفتن اسقف روم اولی در میان برابرانه در واقع برادر ارشد ماست به دلیل پتراینسی به خاطر صندلی پتروس به خاطر حضور پتروس و پیتر و پولس رسول و ایشون به قول معروف بزرگمنش و آقامنش پیر جمع اسقفان کلیسای مسیح بود وقتی مناقشه بود همه اون توجه میکردن خب اینجا تو این ماجرا اسقف روم میاد حمایت میکنه از سیریل. از حمایت میکنه و میگه که بله شما اداره اشتباه به کار میبری برای اینکه وقتی ما میگیم مریم مادر خدا داریم در واقع تجسم مسیح رو کلمه رو کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی. ما داریم در واقع میگیم خدا به تمامیت قدرت خودش کلام انسان شد نه من... که کلام چیز جدا بود از انسانیت نه کلام انسان شد و تفاوت همین بود نستوریوس میگه نه انسانیت و الوهیت نباید با هم مخلوط بشه داره اینا رو اصلا جدا میکنه و در واقع اگه بخوام تو یک کلمه بگیم مشکل نسوریس چی بود این بود که الهیات رو به گونه بنا... به گونه بیان میکرد که در بیان این الهیات اینطوری به گوش منو و تو میرسید وقتی که اونو گوش بکنیم که انگاری داریم از دو تا شخص صحبت میکنیم دو تا آدما ایسا و مسیح ایسای انسان لوگوس الهی انگار لوگوس اومده کنار عیسی انسان نشسته و برای همین میگفت مادر مسیح مریم فقط مادر قسمت انسانی مسیحه نه مادر لوگوس مادر خدا نیست در حالی که اعتقاد راستینی این بود میگفت نه لوگوس کلام خدا به مظهر کامل کلمه انسانیت رو بر خود گرفت تن و جسم و خون و پوست و گوشت و استخون و فکر و احساس و اراده رو بر خود گرفت yeah. یعنی yeah. وقتی مریم مقدس مادر خدا مادر همیشه باکره خدا بانوی با ما م... مسیح خداوند رو به دنیا میاره اونجا جسم میگیره از ایشون از خون و بدن ایشون جسم میگیره لوگوس خدا اونجا جسم میگیره مریم خدا رو به جهان ما داد یعنی از تن ایشون انسانیت گرفت بله. اینه که این خیلی مسئله مهمی بود به دلیلی که این خدشدار میکرد راز تجسم مسیح رو و دقیقا. پس الهیات نستوری و رد الهیات نستوری خلوهش مسئله رد تبایه رد در واقع یگانگی و کنار هم قرار گرفتگی این بله. انسانیت و الوهیت و, و گویا اگر بخوایم با یک مثال که توی ذهنمون بمونه به این صورته که ما صحبت از آب و روغن توی ظرف نمی کنیم آفره. که دوتا از همدیگه جدا باشه ما صحبت از چای کنیم که داخل شیر قرار گرفته همه این, این مایه چای با شیر قاطی شده نمیتونیم بگیم اینجا داره الوهیت عیسی داره کار میکنه اینجا تو, باغ باقی جتسیمانی جسم مسیحه که داره دعا میکنه بله بله این این دیدگاه نسطوری ها بود که اینا آب جدا از هم دیگی جدا دیگی از هم این دو تا چیز مجززان حالا اون اشکال دیگه هم داره حالا میگم ما گفتیم بله. البته من مطمئنم شما منظورتون همینه ما توی صحبت های قبل گفتیم که تمام این مثال ها اجازه میلنگه حالا دقیقا. جریان آب و ش... چیزو گفتی شما شیر و ش... چی بود شیروش آب و گفتید و شیر و چای شیر شکر یا هر چیزی بلد. یه مشکل دیگه هم این اینه حالا من اینو گفتی میرندگان مواظب باشن فردا نگر عیسی مسیح چی میذارم چای شیرینه یا نمیدونم شیر و شکره نه اونم یه مشکل داره بله بله. برای اونم اینگ... بعد یکی میپرسه چی یعنی که چی یعنی که مثلا این دوتا تا شدن یه چیز سوم درست شده دیگه که بله. اونم یه دونه بدعت شده اتفاقا اونم یه بدعته یعنی اینجا هم یه مشکلی هست وقتی ما صحبت از ماجرای ترکیب میکنیم اینو ترکیب هم نمیشن اینی که فرمول چلسدون که ما بعدا اتفاقا فکر کنم دیگه ما توی این سری درس ها ممکن نرسیم امیدوارم که تو فصل سوم که امیدوارم این وعده رو بدم حالا اینم با ایمان داریم ما میگیم نمیدونم که این شاید انجام نشه ولی قطعا اینطوری که ما با هم عمل کردیم کار کردیم جلو رفتیم هنوز خیلی بدعتا مونده احتمالا در فصل سوم به اون خواهیم رسید ولی ما در شورای جلسه دوم و شوراهای بعدی میبینیم که اونم یه مشکله که این اتحاده انقدر زیاد قاطی نشه که مجزا بودن انسانیت و الوهیت مشکل پیدا نکنه حالا یه, مج... یه نکته که اینجا وجود داره در واقع چالشی که سریل جلوی پایین استوریوس میذاره از اون میخواد که در واقع ظرف ده روز از عقاید خودش چشپوشی کنه دست دست برداره از اون چی که داره میگه از اون پافشاری که داره میکنه و اینکه ازش میخواد که دوازده تا دوازده تا ادعاییه رو دوازده تا جمله رو که این در این دوازده جمله شما داری در واقع نفر می دوازده تا ردیه رو که ملعون بادش داره آن که اعتقاد دارد چون تمام این اعتقاد ما کنان دارن تو کناناشون اینها ملعون باد داره ملعون باد آن که مثلا میگوید که پسر از پدر پدر مخلوق شده و مولود پدر نیست ملعون باد اون که میگوید روح القدس خداوند نیست ملعون باد آن که مثلا به چند خدایی باور دارد دوازده تا ملعون باد رو میذاره و میگه شما این کنی که ما بدونیم که شما اعتقادات راستین دارید این چالش رو جلوی نستوریوس میذاره اما ام میبینیم که مشکل اینه که نستوریوس از انجام این ام خودداری میکنه و انگار با اون دیدگاه راستینی کلیسا کنار نمیاد و در همین جاست که امپراتور زمان میبینیم که میاد و دستور به وجود اومدن و داشتن سومین شورای جهانی کلیسا رو میده که در این زمان هست که ما میبینیم که شخص امپراتور دوباره وارد عمل میشه و دستور داشتن شورای جدید رو میده برای حل مناقشه بین دو اسقف بزرگ و مهم کلیسا نستوریوس از کنستانتینوپول و سیریل از اسکندریه خب امپراتوری که دو تا شهر مهمش فکر کن یهویی بگی شما مشهد و تهران اسفهان چه میدونم شیراز با هم در درگیری باشن خب اون کشور اون امپراتوری به هم میریزه از لحاظ فقهی باید. از لحاظ الهیاتی و امپراتور اصلا براش مهم نیست میگه آقا چون شما باید, باید, باید دوباره مسیحان جمع بشن و مشکل خودشون رو حل کنن که اون شورا شورای افسوسه که در سال 431 تشکیل میشه که من فکر میکنم تو این برنامه نرسیم ولی در برنامه آینده امیدوارم که وارد اون قسمت بتونیم بشیم مرسی از لطفتون و همینطور پوزش از بینندگان که فرصت نداریم این مبحثو در اینجا تموم کنیم به امید خدا در برنامه های آینده سعی میکنیم بیشتر به این بدعت نستوری بپردازیم خیلی ممنون از لطف شما و همینطور ممنون از توجه شما عزیزان فیض خداوند ما همیشه همراه شما باشه خدا نگهدار تا برنامه بعد خدا نگهدار